دوباره بازاری. میخوام همه روضه خون امام حسن بشیم. دوباره بازاری. میخونم با بیقراری نبه هاتم با زریحن. تو هنوز حرم نداری. آره والا ما تو داتامون امامزادامون حرم دارن. گفت اون پیر زن گریه میکرد میگو آجان همه دار و ندارم توی این عالم چند تا گوسفنده یه زیلوه یه چادر. قسمتم کن سال دیگه هم بیام بقیه همه زندگیمو میفروشم. میام برا قبرت یه سایبون درست میکنم. ای جانم میخوام آروم آروم روزه ها رو مرور کنی. ای پیر زنی که انقدر غصه میخورد آفتاب به قبر امام حسن میخوره. اگه براش روزه بخونن بگن سه روز بدن حسین زیر آفتاب باشه چه میکنه؟ دوباره میخوام همه بخونن اینه که جلوان باریکلا. دوباره بازاری. میخونم با بیقراری نوه هاتم با زریحن. تو هنوز حرم نداری. هر کی از غمت بمیره به خودت قسم عجیب نیست. حتی بین اهل بیتم کسی مثل تو غریب نیست. تو غریبای دامالم نبودی هیچ کسی شبیهت. آرزوم زنده باشم بگو برسم پای زری. غریبا تنها و بیار تو رو خیلی دادن آزار. به کسی به کیسم دادن به جز تو. تو خونش زمان افدار. آقا جانم آقا تو ایون که توی خونش حتی محرمی نداره. داره از لبت میریزه جگر تو بار بار. عشق روزه های زهرا بوده مهمون نگاه. توی خونه مقتلت نیست کوچه بود ده قتلگاه. توی کوچه ها چی دیدی؟ من رفقا به خدا رعایت میکنم ها. محضر امام رضا محضر شما روزه راحت نمیخونم. یه اشاره کنم اما اگه امشبم نگم کی بگم؟ باید بگم توی کوچه ها
چی دیدی؟ هیچ کسی خبر نداره، یه نفر نبود تو گوجه که بره کمک بیاره. ای جانم آقا، تاریخ میگه مثل مار گزیده به خودش میبیجید، میگم جیگرم داره میسوزه. طلب کرد تجدی براش بیارن، خواهرش زینب و خبر دادن، گفتن بیا حال برادرت وخیمه. همچی که اومد زینب نگاه کرد، دید تش مقابل حسنه، به سر و صورتش زد، اما گفت شاید مثل دفعات قبل زهر رو بالا بیاره. آخه چند مرتبه حضرت رو زهر دادن، مسمومش گردن. اما یه صحنه ای رو زینب دید، نالش بلند شد. همچی که وقتی زینب نگاه کرد، یه وقت دید پاره های جگر حسن. ببینم امشب تو حرم امام رضا امام حسن گریه کن داره یا نه. مادر جان مگه نفرمودی بارا؟ مگه حسنم به سر من نیست؟ ببین حرم امام رضا چقدر گریه کن اومده برا حسنت. زینب داره گریه میکنه، همچی که آقا زهر و بالا بود، یه نگاه کرد به زینب. شما میگیرید من چی میگم؟ یه نگاه کرد گفت زینب دیگه راحت شده. دیگه چشمم به قاتل مادرم نمیافته. آخ غریب آقا، الحمدلله اونایی که اهل روزن دارن روزداری میکنن، با دیگران کاری ندارم از حالا به بعد. هر کاری میخواید بکنید بکنید. اما یه جمله فرمودن، فرموده بودن به عبدالزهرا، عبدالزهرا هر وقت خواستی روزه منو بخونیم اینطور بخون، بگو سن و سالی نداشتم. این نوجوانو بلند شو عزیز دلم، این نوجوان ما داریم روایت، مادر جوان همینطوری تنها بیرون نره، اگه پسر بچه داره همراهش ببره. اگه یه وقت همین بچه ببینه کسی نگاه چپ به مادرش بکنه، به خدا قوقا میکنه. صدا زد عبدالزهرا، سن و سالی نداشتم تو کوچه با مادرم، یه نانجیبی جلو مادرم و گره. من از امام رضا معذرت میخوام، هرچی اون نامرد جلو جلو میومد مادرم عقب عقب. یه وقت دیدم دستش بالا اومد، یه سیلی به مادرم زد. یا امام رضا معذرت میخوایم آقا جان، روزه روزه امام حسنم، روزه روزه مادرتون زهرایست. همچی که چش دو چشم زینب گفت دیگه عزیزم راحت شدم، خبر دادن به ابی عبدالله، گفتن زود بیا حال امام مجتبی خرابه، با عجل دوید. آی رفقا، روزه امام حسن زیاد شنیدی، اما من تو حرم امام رضا نگهت میدارم این مطلب رو باز بکنم. یه وقت دیدی مسموم میشی، پاها دیگه جون نداره، حالا جگر پاره پاره، دیگه این پاها توان نداره. تا ابی عبدالله اومد
این صحنه رو دید گریه گرد، آغوش جو امام حسن بازگرد، داداشش رو بغل گرفت، این پا دیگه رمق نداره، حسین به سینش گرفت حسن و سر امام حسن رو شونه حسین افتاد. فقط یه جمله گم لایم که یا مگه یا ابا حسین جان، هیچ روزی مثل روز تو نیست داداش، بچه‌امو به تو میزبرم، حالا وصیتایی که کرد، اما همینجا نگهت میدارم ببینم خودت چه میکنی. یا امام رضا به حق مادرت امشب یه نگاه ویژه به هممون کن، اونایی که التماس دعا گفتن، اونایی که آرزو داشتن الان حرم امام رضا باشن. یه سوال داریم از ابی عبدالله. حسین جان آجان، اینجا برادرتون رو بغل گرفتید، پاره های جگرش رو دیدید، به شما بیشتر زخم گذاشت، میدونم به شما خیلی زخم گذاشت، اما دیگه اونجا حیرون نشدید، اما بمیرم برای اون ساعتی که لشگر میگه دیدن حسین از اسب پیاده شد، یه چیزی رو برداشت میبوسید به چشمش میکشید، خوب نگاه کردم دیدم دستای بریده ابا، یه خورده جلوتر اومد دیدن یه چیزی رو برداشت دیدن دست بریده ابا، اومد کنار بدن عباس دید دست نداره، اون چیزی که داده حسین رو بلند کرد، آی مردم میدونی چی بود؟ اون همون عمودی بود که صورت عباس، حسین